اپل یه بخشی به سایتش اضافه کرده که به ما کمک میکنه کامپیوتر مورد نیازمون رو بتونیم انتخاب کنیم و یه سری سوال میپرسه، فکر کنم 7 سوال همچین چیزاییه، و بر اساس اون به اون میگه که کدوم مک بیشتر به کارمون میاد. برای اینکه اینو امتحانش کنیم میریم تو سایت apple.com و اینجا یه چیز جالب هم میبینیم، نوشته AI برای هممون و میگه نسخه بتای اپل اینتلیجنس تازه پاییز میاد، یعنی موقعی که آیفون 16 معرفی شد، iOS 18 اومد، اون موقع تازه نسخه بتاش میاد، که حالا این اصلا موضوع بحثمون نیست. میریم تو قسمت مک و یه ذره بیاییم پایین، اینجا یه ابزار هستش Help Me Choose و اینو میزنیم، شروع میکنیم ببینیم چیا داره. میگه به اون بگو که مک تو برای چی استفاده میکنی؟ برای کارهای روزانه و سرگرمی، برای کار، برای درس، برای خلق کردن یه سری چیزا، که مثلا معلوم میگم برای درس. میگم جلو یه درست مثلا شامل کدوما میشه، پروژه فلان یا با برنامه هایی که چیز میز درست میکنه، خلق میکنه استفاده میکنی، همکاری با همکلاسی ها یا کلاس های آنلاین، یا مثلا کلاس های آنلاین همکاری با همکلاسی ها، تحقیقات هم هست. میریم بعدی و میگه کجا استفاده میکنی از کامپیوترت؟ همیشه توی جای ثابت استفاده میکنی یا دور خونه میچرخی بیرون، یا مثلا تو سفر و این حرفا، که ما میگیم دور خونه میچرخیم و استفاده میکنیم. چیا بهش وصل میکنی؟ دیسپلی وصل میکنی؟ هارد اکسترنال یا حافظه اکسترنال وصل میکنی؟ تجهیزات مدیایی مثل میکروفون، نمیدونم کارت صدا اینا وصل میکنی یا چیزای دیگه؟ یا نمیدونم، که من میزنم یا نمیدونم. بعدش میگه چقدر بودجه داری؟ اینجا اینو تست میکنیم، اول میگیم $1000 تا $1000، احتمالا یه مکبوک ایر قراره به اون معرفی کنه دیگه، مکبوک ایر 13 اینچ M2 $1000. بعد اگه بودجه اون برسه میگه تا $1200 13 اینچ M2 با حافظه 512 رو پیشنهاد میکنه. اگر نه چیز اولش با اون بودجه 256ه. برمیگردیم و میگیم مثلا من $3500 و بیشتر هم بودجه دارم، حالا چی پیشنهاد میکنی؟ احتمالا بازی مکبوک ایر، آره مکبوک ایر 15 اینچ $1500 با 512 گیگ حافظه پیشنهاد اولشه برای کار ما، و پیشنهاد دومش اینه که یه 256 هم میتونی بگیری با $1300. این چیزای دیگر ما گفتیم تا $3500 و بیشتر هم بودجه داریم، و همون مکبوک ای رو میگه برای این کار کافیه و لازم نیست پول اضافه عجیبی بدیم. حالا برگردیم عقب، اینا رو عوض کنیم و ببریم توی حالت دیگه برای قدرت دادن به حرفم، برای کارم و یه سری چیزام خلق میکنم خارج از کارم، یا نه اصلا اون برای کارم بگیم، میخوام ویدیو پروداکشن، میخوام ویدیو درست کنم. کجا کار میکنی؟ دور خونه بگیم، معمولا جای ثابت. بذار این دسکتاپ ها رو بهمون نشون بده، مکبوک ها رو تست کردم نشون میده. خب چیا بهش وصل میکنی؟ یه دیسپلی، که دیسپلی اضافه و حافظه اکسترنال حتما بهش وصل میکنم، با اینکه در واقعیت الان مکمینی من همه اینا بهش وصله، یعنی کارت صدا وصله، میکروفون وصله، اینم یه هاب وصله، یه هارد اکسترنال دارم، یه SSD اکسترنال دارم، دیگه چیا وصله بهش؟ این قلم های نوری بهش وصله، چیز نیست، کم وصل نیست بهش، فکر میکنم کارد ریدر سندیسک برای خوندن حافظه دوربین، همه اینا بهش وصله. ولی خب الان میگیم فقط یه دیسپلی و حافظه اکسترنال. چقدر بودجه داری؟ 1000 تا. احتمالا یه مکمینی بهمون پیشنهاد بده. بله
مکمینی 800 دلار، مکبوک ایر 13 هم 1000 دلار، ولی پیشنهاد اولش مکمینیه با چیپ ام 2. مکمینی 512 هم هستش و نکته ای که داره اینه که مکمینی یه فن هم داره و وقتی دستگاه میره زیر فشار این خونش نگهش میداره و سرعت پردازنده رو کم نمی کنه برای اینکه حرارت رو کنترل کنه. یه ذره برای زیر فشار خب بهتر کار میکنه، جواب میده مکمینی. حالا این بودجه رو عوض کنیم بیاریم تا 1500 دلار. پیشنهاد اول مکمینی با چیپ ام 2 پروه با 16 گیگرم، قیمت 1300 دلار. آی مک داریم 1500 دلار با چیپ ام 3 و 256 گیگ حافظه. و اگه پولت هم رسید یه مک استودیو بگیر. مک بوک ها رو فکر کنم نمیگه به هم، چون گفتم جام ثابته. مک بوک ها هم جدا الان میبینیم. ببین این مک مینی ام 2 پرو یا آی مک، من الان ببین الان خودم مک مینی دارم استفاده میکنم چند ساله. قبلش هم سالها با آی مک کار کردم، قبلش هم کامپیوتر هستیم باز مکبوک بوده. و الان اگه بخوام بین این دوتا پیشنهاد بگم کدوم بهتره، اصلا کاری با چیپ ام 3 آی مک ندارم که هم جدیدتره هم پرو نیست، یعنی یه هوا چیپ کوچیکتری هست ولی جدیدتره. در نهایت من بین ام 2 پرو و ام 3 خالی، ام 3 خالی رو انتخاب میکنم شخصا، چون خیلی بروزتره و چیزایی داره که چیپ ام 2 پرو نداره کلن، نه اینکه بخواد ضعیفتر یا قوی تر، اصلا نداره، کاری با اونش نداریم. مک مینی ببین تا این چند سال من رسما عینکی شدم و به خاطر این بود که مانیتور خوب پیدا نمیشه، واقعا پیدا نمیشه. میشه ها، ولی باید همون 1200 دلار هم هزینه کنی که این مانیتور خوب پیدا کنی، به خصوص اگه تولید محتوای HDR میکنی که کم کم همه دارن میرن به سمتش و باید همه بریم به سمتش برای ویدیو ساختن. و حالا مانیتور HDR پیدا کن که درست کار کنه و چشوچار آدمو در نیاره، جدای اینکه رنگا رو غلط نشون میده، نمیدونم برایتنسش 1000 نیست باید باشه که نیست، و جدای همه اینا مانیتوری که پدر چشم در نیاره و کمتر به چش آسیب بزنه خیلی سخت گیر میاد. و رو آی مک شما همچین مشکلی ندارین، یه مانیتور درست HDR نیست ولی دقت رنگش بالاست و چشا رو سالم نگه میداره. بعد دارین کلا 1500 دلار پول میدین. واسه همین آی مک رو خیلی پیشنهاد میکنم. و اما اگه دیسپلی HDR هم بخوایم، فعلا تنها گزینه‌مون مکبوک هاست. برمیگردیم و بهش میگیم که به جای اینکه یه جایی ثابت همیشه کار کنیم، میگیم دورور خونه همیشه کار میکنم. و همون وسایل رو وصل میکنم، بودجه‌ام هم 1500 تاست. الان احتمالا باید با مکبوک پرو شروع شه دیگه طبیعتاً. ای مکبوک ایر بکنم قیمت مکبوک پرو رو دستم نیست. آره میگه مکبوک ایر با 16 گیگ رم 512 پیشنهاد اول، ام 3 پیشنهاد دوم، مکبوک ایر 15 اینچ ام 3 با 8 گیگ رم. چون من واقعا خودم ترجیح میدم 13 رو بگیرم و آدم دیسپلی بزرگ بخواد وصل میکنه، اصل کار و اصلاح رنگ و فلاینا رو همون دیسپلی مکبوکه میشه انجام داد. اما مکبوک ایر هم دیسپلیش HDR نیست. برگردیم بودجه رو بیشتر کنیم، بگیم تا 2500. خب مکبوک پرو 14 اینچ 2400 تا 18 گیگ رم داره، 1 ترابایت حافظه. این یکی هم 18 گیگ ولی 16 اینچه، اون بالا یه 14 اینچ بود و این حافظه شد 512. اما کلن برای کارهایی که کارهای سنگین به حساب میاد، تولید محتوای مثلا با رزولوشن بالا، با
دقت رنگ بالا و اینا بخواین درست کنین، از همه اینا راحت تر اینه که بیاین اینجا تو همین چیز مکبوک پروها قسمت بایو بزنین برای خرید. و از همینجا مثلا میام رو امتیری میخوام، قیمت ها رو نگاه میکنیم ببینیم از چقدر میشه خرید دیگه. این خیلی راحت تره و اینجا هر چقدر پول بدی همونقدر آش میخوری هست، چون اون پیشنهادایی هم که میده بر اساس یه سری تجربیات کاربراست که مثلا میاد میگه آقا این حافظت یه ترابایت باشه بهتره، اما خود من ترجیح میدم که اون پول حافظه یه ترابایت رو بدم به رم، رمم بیشتر باشه، حافظم کمترم بود مهم نیست. چرا؟ چون من کل کارامو رو SSD اکسترنال انجام میدم، یعنی اصلا پروژه هام روی کامپیوتر نیست. بعد از اون ور میانگین روزی 50 گیگ 100 گیگ بعضی وقتا دیتا من باید بریزم این رو پاک کنم، بریزم پاک کنم و حتی نمیتونم آرشیف کنم رو کامپیوترم. بعد حالا این ریختن پاک کردنم عمر SSD رو کوتاه میکنه. درسته عمرش با کار کردن اینجوری روزی 50 گیگ بریزی پاک کنی، 100 گیگ بریزی پاک کنی، بعد 8 سال هم شاید عمرش تموم نشه، ولی بالاخره داره عمرش رو کوتاه میکنه و الکی روز دستگاه رو دارم میکشم. چی کار میکنم؟ میام یه SSD اکسترنال میگیرم، سامسونگ T7 دارم، یه ترابایت یا دو ترابایت همچین چیزاییه، قشنگ پوست اینو میکنی، چند وقت بعدم مثلا میندازیش دور، یکی دیگه میگیری یا میذاریش کنار برای آرشیف کردن فایلا. چیزی نیست، قیمتی نداره نسبت به قیمت حافظه‌ای که ما رو مک ها قرار پولشو بدیم. یعنی ببین الان این دوتا رو نگاه کن، کاملا یکسان هم، فقط حافظش این 512 این یه ترابایته، 600 دلار، 1600 دلار، 1800 دلار، یعنی یه 200 دلاری فقط واسه 500 گیگ اضافه تر باید بدیم. با اینکه با یه 200 دلاری همون یکی دو ترابایت میتونیم SSD بگیریم که سرعتش هم کاملا کافیه و همه جوره. ببین من الان کل فایلای ویدیو هام که حجمشون هم کم نیست همش روی SSDه و زنده از روی SSD T7 دارم ادیت میکنم. همینو من اگه بخوام بیارم رو هارد اکسترنال انجام بدم میپوکه هارده، یعنی کلن اینجوری میشه که یه چیزی رو پلی میکنی یه ذره طول میکشه تا لود کنه، بعد لود میکنه اون وسط یه چیزی سریع میخواه عقب جلو کنی طول میکشه هارد بخواد اینو بخونه، ولی رو SSD اکسترنال سرعتش کافیه برای این داستانا و راحت میتونی کارا رو انجام بدی. مگر اینکه مثلا یه ذره چند تا فایل 12K داشته باشی یا 8K داشته باشی، دیدی 10 به بالا رو فارسی میگم، یه همچین چیزی مثلا یه تصویر 12K ضبط کردی که خامه و سرعت خیلی بالایی میخواد، اونجا اونجا شاید چیز باشه، بهتر این باشه که برای یه سری کارا 1-2 ترابایت حافظه خود کامپیوترمون باشه و اونجوری دیگه فر رو کامپیوتر. اما در حد 4K و حتی 8K HEVC و این حرفا زیاد چیز نیست. با هم SSD اکسترنال 100 کارو جواب میده، همین سامسونگ T7ه. در هر صورت انتخاب کامپیوتر یه چیزیه که من عملا نمیتونم بیام بگم اگه این کارو میخواییم بکنین اینو بگیرین، یه ذره باید خودتون تو شرایطش قرار بدین. حتی 14 اینچ بگیرم یا 16 اینچ، یا اگه ایر 13 بگیرم یا 15، 15 دیسپلیش بزرگتر هست و بهتره، ولی از اون ور من میخوام اینو بذارم تو کیفم، تو جا به جاییم یه وسیله بزرگتر دارم، تو مترو و اتوبوس میخوای اینجوری خودتو بکشی لا مردم، این هرچی بزرگتر باشه سخت‌تر میتونی رچی، حتی در این حد. یا اینکه میخوام برم این ور اونور اصلا بشینم کار کنم، میزایی که هست وقتی 13 اینچ انتخاب میکنی یا 14 اینچ فضای کمتری رو میز نیاز داری بابتش و خیلی جاها میتونی وسایلتو پهن کنی، ولی این بشه 16 اینچ یا 15 اینچ یه سری جاها دیگه فضا تو کمتر میکنه، یه سری میزا، یه سری یه جای انقدی هست مثلا کوچیکه واسه اینا رو باید ببینیم دقیقا کجا کار میکنیم که سایزش رو تشخیص بدیم. اگه کار ویدیو میکنی به نظر من 14 اینچ و 16 اینچ مثلا هیچ تفاوتی با هم ندارن، داره خیلی کم،
و اصل کار اینه که تو باید یکی دوتا مانیتور اکسترنال داشته باشی برای کار تصویر کردن، و اونو فقط به عنوان یه مانیتور رفرنس داری که رنگای اصلی و درست رو بتونی ببینی، و بیشتر از این نمیشه روش حساب کرد. دیال 16 اینچ بشه اونقدر اختلافی نیست. اما یکی هستش کلن تو سفره و تو همون سفرم هم باید کار کنه با کامپیوتر، 16 اینچه براش میبینی بهتره، یه هوا بزرگتر باز بهتر از هیچیه دیگه، مانیتور اکسترنال نداره تو سفر، یا یه هوا بزرگتر میتونه نورشو کم کنه فلان، باتریاش بیشتره، میتونه شارژدهی بیشتری ازش بگیره اگه بخواد، نور دیسپلی رو کم کنه و با این کارا میتونه شارژدهی بیشتری هم ازش بگیره. دقیقا هر کس باید ببینه وضعیتش چیه. فقط یه چیزی رو من میتونم توصیه کنم که اگه مک مینی و آی مک رو بذاریم روی کف ترازو، آی مک رو خیلی بیشتر پیشنهاد میکنم به خاطر مانیتور دقیقی که داره. همین، باقیش دیگه واقعا باید ببینیم تو شرایط خودتون چیه. اگر هم کار سنگین و عجیب غریبی نمی کنی، بهترین گزینه مکبوک های ایرن، واقعا عالیان، همه جوره و همه جوره کار را میندازن، حتی یه سری دارن کار موسیقی میکنن با همه مکبوک ایر و تا حدود زیادی کار رو جمع میکنه. حالا پورت کمتر داره نسبت به مکبوک پرو، یه سری محدودیت های اینجوری داره، ولی خب از اون برم داری خیلی پول کمتری میدی. بعد از اون بر مانیتورش HDR نیست، ولی مانیتور ارزون تریه، یه مداد میمونه رو کیبوردت و در اینو میبندی و مانیتورت خورد میشه. اگه بخوای مانیتور مکبوک پرو رو عوض کنی، بعد مثلا یه 60-70 میلیون هزینه کنی، ولی مانیتور مکبوک ایر فکر کنم مثلا با 20 تومن اینطورا سرتاش هم بیاد، چون یه دیسپلی مینی LED HDR فلان بهمانه، این یه دیسپلی HDR با کیفیت ولی عادیه، چیز تکنولوژی غریبه مدرنی توش نیست تو مکبوک ایر. و مکبوک ایر رو خیلی پیشنهاد میکنم، یا اگه کلا اصلا کسی هستین که دستگاه رو میشکنین اونجوری نگاه نکنین، یا دستگاهتون زیاد ضربه میخوره ممکنه سوتی چیزی باشه، پیشنهاد میدم اینجوری نگاه نکنین که مکبوک پرو رو بگیریم، حالا که بودجه میرسه پرو رو بگیریم بهترم هست دیگه. کلا اپل بر اساس سال سرویس میده به محصولاتش، یعنی الان پرو رو بگیریم یا مثلا پرو گرونتره رو بگیریم فلانش رو بگیریم این بیشتر کار میکنه، واقعا این خبرها نیست. یعنی دستگاه مال سال فلانه، حالا ایرا کلا مثلا یه سالایی هم اندازه مکبوک پرو ساپورت میگیرن، یه سالایی مثلا اندازه یه سال زودتر از ساپورت گرفتن خارج میشن، آپدیت گرفتن خارج میشن، خیلی اونجوری چیز نیست. حالا تو مکبوک ایر با حافظه یه ترابایت بگیر با رم فلان بگیر، یا ارزون تری مکبوک ایر رو بگیر، همون داستانه و این یه سالش هم خیلی توفیری نداره. از اون ور ترازو چون داستان اینو داریم که همین بشکنه، خطی بهش بیفته، داستانی بیفته، هزینه تعمیرش خیلی خیلی ارزون تر از پرو در میاد دیگه. از این به بعد تکرار مکررات تصمیم با خودتونه. امیدوارم کمک کرده باشم یه ذره این فضای تقریبا مهالود و شفافتر کنم. مراقب خودتون باشید تا بعد.